با سلام، قسمت دوم برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز مشاهده میکنید. این قسمت اسمش هست رمز موفقیت با مشاوران موفق. در این برنامه خانم سیلوای صالحی، بروکر منطقه سندیگو در امر ریال استیت هستند که منطقه های سندیگو و هومشون رو ایشون در اختیار دارن و چند سوالی داریم که میخواستیم از ایشون بکنیم. با سلام خانم سیلوا و متشکرم از وقتی که به ما دادیم. مرسی جان. اول اگه اجازه بدید به شما و بینندگان عزیز سلام میکنم. امیدوارم که روز خوبی دارید و از اینکه این موقعیت امروز به من دادید که مهمون برنامه شما باشم متشکرم. امیدوارم که اطلاعاتی که امروز در اختیارتون میذارم براتون مفید واقع باشه. مرسی، خیلی ممنونم از لطفتون. سوال اولی که از ما شده، از طریق ایمیل از ما این سوال کردن، این بوده که آیا بحران اقتصادی ملکی، یعنی بحرانی که الان ریال استیت باش مواجه هستش، آیا در منطقه سندیگو تموم شده یا هنوز تو چه استیجی هستش؟ تا این سوالی که شما از من میکنید ممکنه که بتونه همه وقت برنامه رو بگیره و فکر نمی کنم که ما اونقدر وقت داشته باشیم که بتونیم راجع به صحبت کنیم. مختصر بفرمایید. به طور کوتاه اگه بخوام بگم، هنوز کسی به طور قطع نمیتونه بگه که ما این بحران ریال استیت و املاک هنوز برطرف شده، نه در سندیگو، در تمام امریکا یا نه. متاسفانه همینطوری که شاید هستیم، هنوز اقتصاد امریکا دچار مشکل بزرگی هستش. بیکاری، رشد اقتصادی، کنسومر کانفیدنس، کنسومر سپندینگ، فورکلوزر، تمام این مسائل باعث میشه که ما هنوز واقعا جواب درستی برای این سوال نداشته باشیم. ولی خوشبختانه دولت در تلاش هستش که هر چه زودتر این اشکالات رو برطرف بکنه و مارکت سالم رو دوباره بتونه به ما برگردونه. همونطور که شاهد بودیم در نیمه اول سال با آوردن تکس کردیت، دولت باعث شد که خرید فروش خونه بالا بره، خریداران زیادی به مارکت اومدن و راضی به خرید خونه شدن. مارکت هاوزینگ به طور کاذب رو به بهبودی رفت و الان باید ببینیم با پروگرام های دیگه که در کار هستش در 6 تا 8 ماه آینده ما کمکی خواهیم دید یا نه. چند تا از این پروگرام ها که الان داریم واسه شما که دولت داره واسه شما توضیح میخوام بدم. مرسی. یکیش نگه داشتن بهره پایینه. با نگه داشتن بهره پایین دولت باعث میشه که قدرت خرید مردم بالا بره و مردم بیشتر بخوان که خونه بخرن. لونهای FHA هستش که الان در بازار هستش که شما میتونید با گذاشتن 3.5% بهره به اچه بزنیم دام پیمنت خونه بخرید. کمک دولت به بانک ها برای دادن لون لندینگ رو یک ذره اینسنتیو بدن به بانک ها که بانک ها بیشتر به مردم لون بدن. همینطور کمک دولت به بانک ها برای اینکه به مردم کمک کنه که مردم لوناشون رو مادیفای کنن و امیدواریم که بیشتر لون ها مادیفای بشن و مردم بتونن تو خونه هاشون بمونن تا خونه هاشون رو به شورتسیل یا فورکلوزر از دست بدن. یه پروگرام دیگه ای که هستش، اگر شما لون که دارید متعلق به فنی می یا فردی مک هستش، میتونید تا 105% قیمت لونتون رو الان ریفایننس کنید. این پروگرام باعث میشه که کسانی که بهرهشون یعنی لون خونه‌ای که دارن از قیمت خونه بالاتر هستش، به اونها کمک میکنه که بتونن ریفایننس کنن. و یک کار دیگه که الان دولت داره بانک‌ها رو مجبور میکنه که بکنن اینه که فورکلوزر رو خیلی استراتژیکلی و با خیلی یواش یواش به مارکت عرضه بدن که مارکت از خونه های فورکلوزر بالا نره و زیادی خونه تو مارکت نباشه. برای اینکه فورکلوزر مارکت خونه سپلای اند دیمنده و اگه ما سپلایمون بیشتر از مقدار خریدار تو مارکت باشه، دوباره میبینیم که پرابلم خواهیم داشت با قیمت خونه ها. خیلی ممنون. پس اینجوری که میفرمایین الان به صرف همه هست یا کار درست اینه که بخوان برن دنبال ریفایننسینگ
عوض اینکه لون مادیفای بکنن، لونش رو مادیفای بکنن. آیا اینو درست فهمیدم یا اینکه باز هم پرو کان داره این موضوع؟ ریفایننس لون ما دو تا کار مختلفه. ریفایننس کردن خونه، اگر شما قیمت خونتون بالاتر از پایینتر از قیمت لونتون باشه، یعنی بیشتر لون داشته باشید تا خونتون ارزش داره، متاسفانه در این مارکت نمیتونید ریفایننس کنید. اگر که جابتون رو از دست داده باشید یا اینکام کمتر داشته باشید و نتونید اون پیمنتتون رو در ماه بدید، بازم ریفایننس نمیتونید بکنید. اون وقتی که لون مادیفیکیشن چاره شخصه. برای همین باید ببینیم که باید به قدرت مالی هر شخص و سیچویشن مالی هر شخص نگاه بکنیم و بتونیم تصمیم بگیریم که بهتره برای اون شخص لون مادیفیکیشن بره دنبالش یا بره دنبال ریفایننس کردن. بله. در همین مورد اگر فقط ممکنه ریت بهره رو 30 ساله ثابت یا ریت هایی که الان در مارکت هست، اگر ممکنه جلوتون هست و میدونین، ممکنه واسه ما یه مختصر توضیح بدین؟ حتما. امروز بهره های 30 ساله فیکس هست، ثابت هستش 4.5%، 15 ساله ثابت هست 3.95%، 30 ساله جامبو هستش 5.34%، 5 ساله ثابت هستش 3.5%، و 3 ساله ثابت هستش 3.3%. لطفا این ریت ها خیلی جنریک هستن و به نسبت موقعیت مالی شخص یه مقدار بالا پایین میره. پس برای همه نمیتونه این ریت باشه، ریت به موقعیت مالی و کاری اشخاص ربط داره. بله، به موقعیت فایکو سکور، اینکام، یه فاکتورای هستن که وقتی که ما ریت رو کد میکنیم اون فاکتورا چند وقت این خونه رو دارن، این ملکی که دارن چقدر لون تو ولیو یا چقدر پرسنتیج ولیو قیمت خونه با لونی که دارن چقدر هستش، و این میتونه یک مقدار این بهره ها رو تغییر بده. اینایی که امروز گفتم فقط جنریک بهره ها هستن. مرسی. آخرین سوالم اگر مختصر به من فقط بگین، آیا الان برای اشخاصی که میخوان سرمایه گذاری در شهرهای کوچکتر بکنن یا اینکه موف کنن از شهرهای بزرگتر به خاطر همین بحران اقتصادی بیان جاهای کوچکتر، آیا شما صلاح میدونین در سندیگو سرمایه گذاری بکنن؟ نتیجه ما سندیگو دیگه شهر کوچیکی نیستش خوشبختانه، به نسبت الی کوچیکه. ولی باید بگم خوشبختانه در آخر آماری که من داشتم که دیتش بوده آگست 9 نشون داده که سندیگو در دومی کوارتر امسال افزایش قیمت خونش 7.3% بوده. این آمار با مقایسه با 25 شهر بزرگ امریکا و میتونی بگی که سان دیگو بیشتر افزایش شما داشتین در این کوارتر قبل. بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم. برای کسایی که دوست دارن در سان دیگو سرمایه گذاری ملکی بکنن، میتونن با خانم سیلوای صالحی با تلفنی که روی صفحه تلویزیون هست تماس بگیرن. ایشون همیشه در خدمتون هستن و میتونن که کمک خودشون رو بهتون از این طریق انجام بدن. از شما خیلی ممنونم سیلوا جان برای وقتی که به ما دادین. اگر که اجازه بدین در برنامه‌های بعدی هم سوالای اگر پیش اومد مزاحمتون بشیم که بتونیم از این اطلاعات شما استفاده بکنیم. خیلی ممنون میشم، انشالله که بتونم دوباره مهمون برنامه‌تون باشم. مرسی، شب شما بخیر، قربان شما. شبتون بخیر، خداحافظتون. قسمت سوم برنامه رو تا لحظات دیگر مشاهده میکنین، خواهش میکنم با ما باشین.